تو زندگیم زیاد دیدم. از گنگ 7 ساله دیدم تا گنگ 90 ساله. ولی گوسفند گنگ ندیده بودم. آره ولی فکر میکنم یه 8 مشتی بذارم و برگردم. از این باحالتر مغزشه ها. ببینید چجوری پخته. حالا میریم برای اینجا رو جدا کردن نمیخواه کنی. یعنی دیگه گوشتی نموند کامل در اومد. مثلا نخام در اومد. چشمشه. این چشو ببینید. چشم در اومد. خب اینجا که دیگه شما خبره اید دیگه. حلقومینا راحت جدا شد. اینجا رو ببین. دادیم خانم فیلم بردار. من اینو برم. عالیه. عالیه. خوب شده. اینکه ببین ریبن ایتالیایی عینکش هم عصر جون من نگاه کن از عینک ما بهتر عینکش اینجاست که میگه نگاه استیل گنگو. یه سوال ازتون دارم، تا حالا به مدت 8 ساعت کله گوسفند رو توی فر پختی؟ حالا من براتون میپزم مرحله به مرحله بهتون نشون میدم که اگه 8 ساعت داخل فر بمونه کله گوسفند چجوری میشه. اما قبلش باید بریم یه کز مشتی بهش بدیم. خدافظی کن با بچه ها. عینک عمورم بهش بده بریم با هم درستش کنیم. هزاری هم که کله پاچه رو قشنگ تمیزش بکنی هزاران مو زیر پوستش میمونه. این آتیش کاری که میکنه هم طعمش رو دودی میکنه، هم مزهش رو خوب میکنه و همون موهایی که هیچ کس نمیتونه پاک کنه رو به راحتی میسوزونه. به خاطر اینه که طعمش متفاوت میشه. فقط تنها مطلبی که باید دقت بکنی تمامش رو ببینید بیار جلو. اینا همه موه، موهایی که شما نمیبینید. ما اون معنی میشه کله پاچه کز نخوره. اینجا مود شده بدون کز دادن کله رو این پوست بخوره. اینا همه موریزه است. میبینید اینا همه موه، موه زیر پوسته. اینو کلا همه رو کز میدیم یه دست میشه و میریم داخل. به چی میقندی؟ آره قشنگ همسایه‌هامون از دست ما آزی شدن. یه روز کله پاچه میاریم، یه روز آش درست میکنیم. بریم حالا تو خونه بهتون نشون بدم که چطور میشه. نتیجه کار شد این خوشگل جذاب. ببینید به این شکل. اما حالا این باید بره شسته بشه. یعنی اینو قشنگ اینجوری بشورید، دست بکشید روش، پودراش بره، این پرزا بره. حالا بریم من شسته شده شو بهتون نشون. کله جانم آماده است. یه تیکه کاغذ فر میذاریم و اینم از کلمون. اولین کاری که میکنیم دو تا دونه سیر. حالا پوست کندید کندید، نکردین هم نکندید. دهنشو واز میکنی اینجوری از بغل. شد هارور مووی شد. آره واقعا این از این. و من دوست دارم از فیلم های اینجوری ترسناک درست بکنم. بله خودمون استاد آشپزی ترسناکیم. این از این. حالا چیزی که میخواییم سنمن، دارچین میزنیم به تمام قسمت. دارچین خیلی باید بزنید که اون بو زهمشو بگید. تو کله پاچه هم که میدونید ما دارچین میزنیم. این از دارچین و ترموریک زردچوبه. این از زردچوبه. و بلک پپر فلفل سیاه. ام سولت از ماچ از یو وان. این هم نمک هر چقدر که دلتون میخواد. اما این ناحیه‌ای که پوست نداره اسکینلسه اینجا ها نمک بزنیم. دهنش هم واز کنیم. بابا نترس دیگه من اینجا هم انگاه میخواد بپره بخورتش. خب این از این. حالا میریم تو کار یه تایم ماساژ مشتی. یه زنه آبن بر میداریم سعی میکنیم به همه جاش مواد مرینه بخور. حالا اینه کلن من ماساژش میدم و آماده کارش میکنم. این از این. بیا نه حله دیگه دیگه تو میترسای تموم شد. حالا جوری که میخوایم اینو بذاریم باید یه جوری باشه که کاملا ما بتونیم آلومینیوم روش بکشیم و هوا نکشه. خب حالا کاری که میکنیم یه تیکه دیگه کاغذ ور میداریم کامل روش رو میپوشونیم. بذارید من یه ذره دیگه نمک تو دلم مونده نمک بزنم.
چون این نمک میدونم خیلی طول میکشه داخل گوشتش بره. این هم میاد اینجا دیگه، این 100% کاور میشه. نگاه کنید، حالا دورش فویل میپیچم و بهتون نشون میگم. وقتی میخوای تو فویل چیزی رو بپزید، این با بخار داخل خودش میپزه. خب این باید 100% کاور باشه. من یه بار اینجوری پیچیدم، یه بارم اینجوری پیچیدم، خیالم راحته راحته. الان فرم رو میذارم رو 160 درجه سانتیگراد برای تقریبا 7 ساعت. این میره توش، دستم نزنید روی 160-170، نمیسوزونتش. بازم اگه شک دارید، فرتون یه فر سنتی رو 150 میتونید بذارید، ولی من 160 رو انتخاب میکنم. 160 for 8 hours. اینم میذارمش تو فر، بعد فرم گردشی باشه و رهاش میکنم. دیگه بریم سراغ مرحله بعد. هشت ساعت خودش یه روز کامله، ولی منم میخوام بدونم که این اولین بار خودم هم میپزم، منم میخوام بدونم که چه اتفاق میفته. اینجا یه بار اومدم چک کردم، میبینی معلومه اینجا اینجا اومدم یه بار چک کردم ببینم چه خبره، ولی فکر میکنم یه 8 ساعت الان باید مصب شر اومده باشه. آره در اومده، ببینی دست میزنید میده برای خودش. بذارید درش بیارم توی یه سینی مشتی بذارم و برگردم. داستان دیگه این حرفا گذشت، صحنه جنایی شد دیگه، باید یه چاقو مشتی بیارم. با این حرفا کارمون راه نمیفته، ولی این اونقدر نرم شده و مشتی پخته. اینجا رو ببین، از این باحال‌تر میخواید بپزه؟ ها یعنی شما چه دیگه این بهتر میخوای؟ حالا یه چیز جالب بهتون نشون بدم، اینجا رو نگاه کنید، اینم مغزشه ها، ببینید چجوری پخته. حالا میریم برای اینجا رو جدا کردن. نمیخواد که اینجا رو همه چی جدا شد. آنی باورت میشد اینجوری بپزه؟ بله بله. یه بار همش همه میگید ساز و مقالب میزنه. اگه من گفتم وای باورم نمیشه، میگه نه من باورم میشه. روغنش هم کاملا آب شده. اینجا رو نگاه کنید، گوشت رو نگاه کنید، یعنی دیگه گوشتی نموند، کامل در اومد، مثلا نخام در اومد. خب حالا خوشمزه ترین قسمت کله پاچه چشمشه. این حرف رو نزن دیگه، این چشو ببینید، چشم در اومد. خب اینجا که دیگه شما چیزی نمیبینید، ولی مغز اینجاست. نگاه کنید، بلش کن فعلا خراب کنید، سر صدا نکنم میکروفون رو زمینه. خب حالا میخوام ببینم آیا زبونش هم میپزه. این چیه آنی؟ میکروفون چسبید به این، زینو بذارم کنار. خب میخوام ببینم آیا این واقعا زبون پخته یا نه. شما به هر حال خودتون همه خبره اید دیگه، حلقومینا راحت جدا شد. اینجا رو ببین، یه تست کوچیک نگاه کنید، شده حلوا شکری. اینا حالا اینا رو من یه مرتب کنم و برگردم. این گوشت اینو میبینید، همه کله پاچه یه طرف، این بناگوش هم یه طرف، گوشت سفیده. نگاه کنید این از این، ببینید چقدر مرتب. این چشار هم من درآوردم، اینا ها این سیاهی ها توش رو درآوردم، چشم پاک کرده. گوشت لخت رو نگاه کنید، حالا رنگ اینو ببین، رنگ کله پاچه‌ای که تو آب پخته میشه رو ببین. اصلا این محشر، لیمو رو بریز اینجوری روش، بعد یه ذره نمک، بعد یه پنج سیری. با پنج سیری خیلی آب دهنمون رو بزن. خب این از این، اینا رو هم ببینید، این پوسته این موندش، این خوردنیه، اینها این خوردنیه، بناگوش مشتی، اینم گوشت لخته. خب ولی اینا دیگه به نظر من دیگه خوردن نداره، میبینید اینا دیگه خوردن نداره، اصلا اینا هم چربی خالی، اینا خوردن نداره. کل ضایعاتی که داد این بود.
البته وقتی که پخته میشه یه مقداری از اینم باز استفاده میشه، اینم زبونشه، مشتی آماده شد. حالا من دستامو بشورم، مزهش بکنم و مزهشم به شما بگم. اگه خوشمزه شد رسیپی رو حتما دنبال کنید. حالا هدف ما از این کار اینه که فقط آب دهن شما رو را بندازیم، یه مقداری نمک درشت که خورده میشه مزهش زیر زبون بیاد، یه کوچولو فلفل بزنم و خب حالا یه لیمو برم تو کار این گوشته ها. نگاه کنید چشمک میزنه بی ادب. خب ببینم چطور شده. واقعا میخوام مزهش رو شما هم برو خانم فیلم بیاینه بزنن سر دادیم. برو برو تو کارش. دادیم خانم فیلم بردار، من اینو برم. عالیه عالیه، خوب شده. نخورید، دستتون رفته. خدای من شاهده اونقدر خوشمزه شده بیشرف که حد و حساب نره. چرا؟ اولا که اون مزه واقعی گوشت رو احساس میکنی، حتی اگه به سبک کمفی هم شما بخواینه بپزی باز انقدر خوشمزه نمیشه. با چربی خودش آروم پس شده. بیا نگاه کنی قسمت دیگه شو. آنی تو که چشم نمیخوری؟ نه. خب من بذار چشمشم. مزه عرق خوریه این، اصلا به خدا با این میشه یه بشکه عرق خور. بذار اینو من بزنم. این هم خوشمزه شده. اصلا قدیما که مشروب میخوردم میگفتم باید کره خوری کنی، یعنی یه چیز چرب بخوری مشروب بالا نهیده اومد بالا لیز بخوره برگرد بیاد. این اصلا خود مصب خود کره خوریه. دم همه تون گرم. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و خورم باشید. رسیپی رو دنبال کنید، من غذا خوشمزه بهتون یاد میدم. من میتونم یه دکور بزنم، آیش یه آشپزخونه آنچنانی، لباس شف 4 ستاره، ولی من دوست دارم زندگیم رئالیتی باشه، کنار شما باشم، همونی که هستم باشم. رفیقای منم بپرسید شخصیتم همینه، همین شکلی هم، همین فرمی حرف میزنم. به هر حال دوست دارم توی یه زندگی واقعی آشپزی رو یاد بگیرید. دم همتون گرم، به خود بزرگ میسپارمتون.